به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا به این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. در حالی که مقامات اسرائیلی بعد از خبر شهادت سردار سید رزیق موسوی خواب و خوراک ازشون گرفته شده و به قول دوستی پوشک تو اسرائیل کمیاب، یه سری در داخل کشور نمیدونم چشونه که اینطور دارن بر طبل خود تحقیری میکوبن و فکر میکنن شدن عقل کل. اینطور به نظر میرسه که این مشی و منش همیشگی برخی از ماهاست که وقتی دشمن بهمون حمله میکنه و چند تا شهید از نیروهای ما میگیره، ما هم باید به خودی ها بتازیم و متلک بندازیم، انگار نه انگار که بابا دشمن زده. بعضی هم که قربونشون بریم عادتشونه وارونه بفهمن، اصلا نمیبینن که دشمن نزدیک به 3 ماهه زیر سنگین ترین ضربه ها قرار داره. صدها نظامی و دهها افسر ارشدشون کشته، مجروح و یا اسیر شدن. اصلا نمیبینیم که دشمن امروز در پی انتقام اومده، انتقامی که هر چند کند ولی شک نکنین محقق نخواهد شد، چون آقا فرمودن اسرائیل ضربه جبران ناپذیری خورده و بعد از این هر چه بشود نمیتواند آن را جبران کند. ما عادت داریم وقتی جمهوری اسلامی کاری میکنه، هر قدرم که بزرگ باشه، اونو نبینیم ولی اقدامات دشمن رو برجسته ببینیم و فرصتی واسه تاختن به مقامات داخلی فراهم کنیم و حرفهایمان پر از نیش و کنایه باشه. البته هیچ کدوم از این حرفها نافی این نیست که اون مسئولی که توییت میزنه باید ملاحظات رسانه‌ای داشته باشه و طوری مطلب نزنه که انقلابی و ضد انقلابی تیکه بارانش کنن. همه اینا رو گفتم که اینو بگم دوستان، اگه نقدی داریم بگیم، اما شاید چند روز بعد زمان بهتری باشه، شاید. و وظیفه من و شماست که از دشمن و بازی‌های رسانه‌ایش عقب نمونیم و نذاریم هر چیزی رو به ذهن جوان ایرانی بدن. دست به جنبونین عزیزان که همین الانش هم دیره. یه نمونه با هم ببینیم. وقتی کفتارها هلهله می‌کنن یقین بدانید که شیری به زمین افتاده. یه نمونه کفتار رو مشاهده می‌کنین، اصلاً هم نیازی به توضیح نداره. در راستای تحت فشار بودن اسرائیل اما بهتر از زبون خودشون بگم. یوآف گالانت همین چند دقیقه پیش طی سخنانی در پارلمان این رژیم اعلام کرد ما با چند جبهه مختلف جنگ مواجه هستیم و از 7 منطقه جغرافیایی مختلف مورد حمله قرار میگیریم. این مقام صهیونیست اضافه میکنه غزه، لبنان، سوریه، کرانه باختری، عراق، یمن و ایران 7 منطقه است که اسرائیل از این مناطق مورد حمله قرار گرفته است. گالانت اضافه میکنه ما تاکنون به حملات انجام شده از 6 منطقه از این 7 منطقه پاسخ عملیاتی داده ایم. این مقام صهیونیست با تکرار تهدیدات پوشالی علیه محور مقاومت گفت هر کس علیه ما اقدام کند یک هدف مشروع خواهد بود و هیچ کس در امان نخواهد بود. فعلا که داستان کاملا برعکسه. چرا؟ این خبر رو داشته باشین. گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که شهرهای اسقلان، صدیروت و دیگر شهرک‌های مجاور نوار غزه رو هدف حملات راکتی و موشکی قرار داده است. گروه مقاومت اسلامی لبنان هم طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمایت از مردم فلسطین امروز پادگان زبدین واقع در شمال فلسطین اشغالی رو با موشک‌های برکان هدف قرار داده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع عبری مدعی شد که پلیس دهلی نو گزارشی مبنی بر وقوع یک انفجار بزرگ در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند دریافت کرده و تحقیقات در این باره در جریان هست. همزمان از دریای سرخ هم خبر می‌رسه که یمنی‌ها یک کشتی دیگه صید کردند. شرکت امنیت دریایی انگلیس اعلام کرده که امروز گزارش حادثه‌ای در حدود 110 کیلومتری بندر الهدیده یمن را منتشر کرده. بر اساس اعلام شرکت عملیات تجارت دریایی انگلیس، صدای انفجار شنیده و موشک‌هایی هم در فاصله 7 کیلومتری از موقعیت حادثه مشاهده شده است. در همین زمینه برخی منابع خبری مدعی شدند 2 حمله موشکی 2 کشتی را در دریای سرخ هدف قرار داد. به نظر می‌رسد این بار درگیری‌ها با شدت بیشتر و مستقیم بوده. باید دید تا ساعات آینده مقامات آمریکایی و یمنی‌ها چه واکنشی در این زمینه دارند. ما هم تا اون موقع صبر می‌کنیم. یه وقت عزیزان نگن بدون سند و مدرک حرف می‌زنید.
اما در مورد ترور سرتیپ سید رضی موسوی، حماس هم عصر امروز بیانیه ای صادر کرد و طی این بیانیه حمله بزدلانه ارتش اسرائیل رو محکوم و نوشت این عمل نقض آشکار حاکمیت یک کشور عربی است. حماس در این بیانیه آورده ما نقش ایشان را در حمایت از مقاومت فلسطین می ستاییم و تأیید می کنیم که جنایت اشغالگران در داخل و خارج فلسطین در شکستن اراده مردم و ملت ما موفق نخواهد بود. سرلشکر باقری هم با دشمن اتمام حجت کرد و هشدار داد جنایات صهیونیست‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی شهادت سردار سید رضی موسوی را تسلیت گفت و نوشت سران اسرائیل که از سرگیجه ناشی از حوادث اخیر خارج نشدند در ترور شهید سردار سید رضی موسوی هم دچار خطای راهبردی شدند. تحولات اخیر رژیم را به مرحله‌ای رسانده که هر گونه اقدام تروریستی و جنون آمیز نه تنها به ترمیم پایه‌های متزلزل آنها کمک نخواهد کرد، بلکه محاصره محور مقاومت علیه خود را تنگ‌تر از گذشته خواهد کرد. اطمینان دارم که ثمره خون این شهیدان از محلال اسرائیل این قده چرکین در جهان اسلام را تسریع کرده و بی تردید اقدامات آنها بدون پاسخ نخواهد ماند. همزمان با این هشدار، خبرنگار اسپوتنیک روسیه هم از شلیک دست کم 3 موشک به پایگاه آمریکا در منطقه اشدادی واقع در شمال شرق سوریه خبر داد. شبکه المیادین هم در این باره گزارش داد که نظامیان اشغالگر آمریکا در پایگاه اشدادی در شمال شرق سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفتند. تا این لحظه جزئیات زیادی از این حمله مخابره نشده، اما اونطور که منابع محلی تأکید می‌کنند این بار حملات با موشک‌های با سر جنگی سنگین انجام شده. همچنان تلویزیون سوریه هم امروز گزارش داد که ارتش این کشور 8 پهباد و رئیس پرنده متخاصم را که قصد داشتند به اهداف نظامی در حومه حلب و ادلب حمله کنند سرنگون کرده. همونطور که عرض کردم شعله آتش این جنگ هر لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه. منابع خبری سوریه هم در مورد اینکه این پهپادها از کجا شلیک شدن هیچ گونه جزئیاتی منتشر نکرده. اما علاوه بر اقدامات نظامی ایران، یه مورد دیگه هم بدجوری غرب و مقاماتش رو نگران و فشاری کرده و اونم برنامه هسته‌ای ایران هست. ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی آژانس اتمی نوشت رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به کشورهای عضو در خصوص فعالیت‌های غنی‌سازی ایران گفته که این کشور در هفته‌های اخیر تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش داده و رویه قبلی خود از اواسط سال 2023 در کاهش تولید این محصول را به پایان رسانده است. مطابق این گزاره، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه مدعی شده که اواخر ماه نوامبر آژانس اتمی از افزایش نرخ خوراک دهی برای تولید هگزافلوراید اورانیوم یا UF6 غنی شده به ایزوتوپ 235 اورانیوم 60% مطلع شد و آن را مشاهده کرد. این سخنگو مدعی شده که بازرس‌های آژانس در روزهای 19 و 24 دسامبر نرخ تولید اورانیوم غنی شده در این سطح رو در 2 تأسیسات ایران تایید کردند: کارخانه آزمایشی غنی‌سازی سوخت PFEP و کارخانه غنی‌سازی فوردو. این گزارش در حالی منتشر شده که مقامات کشور تمام این ادعاها رو رد کردند. اما به نظرتون چی میشه که این گزارش الان، یعنی امروز و همزمان با ترور سردار شهید و افزایش اقدامات نظامی همه طرف‌ها منتشر میشه؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنین. تو برنامه‌های آینده در این زمینه می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم و حتما از نظرات شما عزیزان هم استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه. مواظب خودتون و خانواده‌تون باشین تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق.